طبق بررسی های انجام شده و آمار رسمی اعلام شده 1,200,000 زائر طی 10 روز گذشته وارد شهر مشهد مقدس شدند. این زائران با نیت زیارت حرم رضوی به شهر مقدس مشهد سفر کردند. گفتنی است طی چند روز گذشته 62% از ظرفیت اماکن اقامتی رسمی شامل هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیرهای شهر مقدس مشهد تکمیل شده است. خانم ادین ووسولونو مدیر عملیات دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد طی اظهاراتی اعلام کرد که بیش از 15 میلیون شهروند سوری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وی در ادامه افزود بعد از 12 سال جنگ داخلی در سوریه وضعیت مردم همه مناطق شهرهای این کشور بحرانی است و به کمک‌های فوری نیاز دارند. مدیر عملیات دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد که در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد همچنین گفت در حال حاضر 70% کل جمعیت کشور سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وی در ادامه اظهارات خود در مورد پیامدهای زلزله اخیری که در منطقه رخ داد و بخش‌های زیادی از سرزمین سوریه به ویژه مناطق شمالی این کشور را در هم کوبید گزارشی ارائه داد. مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف NCSSS از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامز لوح در شهر نجف اشرف دوره آموزشی مربوط به فن خطابه و سخنوری با عنوان فنون و اصول خطابه و سخنوری در منبر حسینی برگزار کرد. این دوره آموزشی با تمرکز بر ارتقای توانمندی‌های کارآموزان در فن خطابه و سخنوری با بیان خوب و قانع کردن مخاطبان و با هدف توسعه مهارت‌های لازم برای ارائه مؤثر خطبه‌های دینی و حسینی برگزار شد. دوره‌های آموزشی فنون و اصول خطابه و سخنوری در منبر حسینی با تدریس شیخ رائد دراجی برگزار گردید که طی آن به تدریس موضوعات ارتقای مهارت‌های سخنوری، تحلیل واقعیت مخاطب، تهیه محتوای سخنرانی و استفاده از روش‌های مؤثر برای اقناع مخاطب پرداخته شد. این دوره به مدت 3 روز متوالی با 3 ساعت آموزش در روز برگزار شد و در جلسه پایانی از شرکت کنندگان قدردانی و گواهی شرکت در دوره با آنان اعطا گردید. در پی دستور تخریب یک مسجد تاریخی در روستای ناجو در منطقه مسلمان نشین تونگهای در غرب چین، مسلمانان این مناطق دست به اعتراض زدند. پلیس چین هم با هدف متفرق کردن معترضین آنها را سرکوب کرده و تعدادی از اعتراض کنندگان را بازداشت کرد. لازم به ذکر است پلیس چین پیش از آغاز سرکوب آنها به معترضین زمان داده بود که خود را تسلیم کنند، اما در واقع علت عدم تسلیم شدن آنها حق قانونیشان در دفاع از این مسجد اسلامی بود. نام این مسجد تاریخی ناجیایینگ و در قرن 13 میلادی یعنی حدود 700 سال پیش ساخته شد. اهالی این روستای مسلمان نشین همچنان به دفاع از مسجد تاریخی روستایشان ادامه می دهند و اعلام کردند که به هر قیمتی شده اجازه تخریب آن را به نیروهای دولت مرکزی چین نخواهند داد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از کشته شدن 121 شهروند یمنی از ابتدای سال 2023 میلادی تا کنون بر اثر انفجار مین‌های باقی مانده از جنگ خبر داد. عربستان سعودی و همپیمانانش در طول 8 سال جنگ علیه کشور یمن هزاران مین را در مناطق و شهرهای مختلف یمن پرتاب کرده و یا جاسازی کرده که محل بیشتر آنها تا کنون مشخص نشده و هر زمان احتمال انفجار آنها ممکن است. در همین حال منابع یمنی روز گذشته گزارش دادند که بر اثر انفجار مین در شهر بیزا واقع در استان جوف یمن 2 کودک کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، زخمی های این حادثه برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. پیشتر مرکز نظارت بر پاکسازی مین یمن گزارش داده بود 734 نفر در سال گذشته 2022 بر اثر انفجار مین و بمب‌های خوشه‌ای در این کشور کشته و زخمی شدند. مرکز نظارت بر پاکسازی مین یمن همچنین اعلام کرده بود که سازمان ملل نیز در راستای تهیه تجهیزات مورد نیاز این عملیات هیچ کمکی ارائه نکرده و هیئت ناظر آن بر توافق الحدیده که وظیفه تهیه تجهیزات را دارد نیز از کارشکنی ائتلاف آمریکایی در زمینه تهیه تجهیزات چشم‌پوشی می‌کند. چهار کشور سودان، هائیتی، بورکینافاسو و مالی در بالاترین سطح هشدار غذایی به افغانستان، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن می‌پیوندند. دو آژانس سازمان ملل نسبت به افزایش شرایط اضطراری غذایی از جمله گرسنگی در سودان به دلیل تشدید درگیری و در هائیتی، بورکینافاسو و مالی به دلیل محدودیت رفت و آمد افراد و کالاها هشدار دادند. این چهار کشور در بالاترین سطح هشدار به افغانستان، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن می‌پیوندند و جوامع آنها در حال حاضر با گرسنگی مواجه شدند یا پیش‌بینی می‌شود با خطر سقوط به سوی شرایط فاجعه‌بار روبرو می‌شوند. گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار کشاورزی خواستار توجه فوری برای حفظ جان و مشاغل مردم است. این آژانس‌ها می‌گویند فراتر از 9 کشوری که بالاترین سطح نگرانی را دارند، 22 کشور به عنوان نقاط حساس در معرض خطر ناامنی غذایی حاد شناسایی شدند. محققان دانشگاه MIT و MC Master با الگوریتم‌های یادگیری ماشینی ترکیب داروی آنتیبیوتیکی را شناسایی کردند که می‌تواند عفونت‌های مقاوم به دارو از جمله یکی از باکتری‌های بیمارستانی به نام اسینتو باکتر بومانی را از بین ببرد. باکتری بیمارستان اسینتو باکتر بومانی گونه ای از باکتری است که اغلب در بیمارستان ها وجود دارد و می تواند منجر به زاتوریه، مننژیت و سایر عفونت های جدی شود. این میکروب همچنین عامل اصلی عفونت در سربازان مجروح در عراق و افغانستان است. یکی از محققان مطالعه اخیر می گوید اسینتو باکتر می تواند برای مدت طولانی روی دستگیره ها و تجهیزات بیمارستانی زنده بماند و آنتیبیوتیک های فعلی نیز گاهی توان مبارزه با آن را ندارند. با ترکیب داروی جدیدی که با کمک هوش مصنوعی شناسایی شده است، امیدوار می رود راهکاری برای مبارزه با این باکتری به دست آمده باشد. ممنونم از همراهی شما با اخبار پانوراما. خدا نگهدار.